درود بر شما، امید هستم. اینجام رو دست شما، هم شاهد رو دست دیگری هستی. یکی از اشخاصی که در شورش سال 57 نقش تخریب کننده بسزایی داشت آقای ابوالحسن بنی صدره. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور پس از شورش 57 بودش. حالا با هم بریم داشته باشیم ریز جزئیات زندگی و نظرات آقای ابوالحسن بنی صدر را در گذشته و حال ببینیم. بنی صدر در دوم فروردین 1312 در روستای باغچه از توابع شهرستان کبود آهنگ استان همدان به دنیا آمد. پدرش نصرالله بنی سر از آخوندهای با نفوذ استان همدان بود که با آخوند خمینی ارتباط دوستانه ای داشت. آقای بنی سر در سال 41 یعنی در سن 29 سالگی مسئول سازمان دانشجویی جبهه ملی در دانشگاه تهران می شود. آقای بنی سر تا قبل از سال 42 دو مرتبه بابت خرابکاریاشون بازداشت می شود. اما با همه این تفاصیل در نهایت با بورسیه شاهنشاهی برای ادامه تحصیل به کشور فرانسه اعزام می شود. با حضور خمینی در فرانسه بنی صدر نخستین کسی است که برای استقبال وی به فرودگاه می رود و از آن پس در رکاب خمینی برای نابودی ایران فعالیت می کند. در نوفل شاتو آقای خمینی به هیچ کسی جز آقای ابراهیم یزدی و بنی صدر اطمینان ندارند و تمامی ملاقات های آقای خمینی در نوفل شاتو رو آقای بنی صدر هماهنگ می کند. آقای ابوالحسن بنی صدر در بهمن سال 1358 نخستین رئیس جمهور پس از شورش 57 می شوند. این گونه هم به دستپوسی آقای خمینی در بیمارستان می روند. پس از دستپوسی هم در مجلس شورای اسلامی این گونه به جمهوری اسلامی سوگند یاد می کنند. متعال سوگند یاد می کنند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشند. نخستین خوشخدمتی آقای ابوالحسن بنی صدر پس از رئیس جمهور شدنشون برای آقای خمینی انقلاب فرهنگی بود. اونم چه انقلاب فرهنگی که نخستین حرکتش بستن دانشگاه‌ها بود. آقای بنی صدر که انسان جاه طلب بوده و هستش و بدون عدم تجربه نظامی در آن زمان اصرار کردند که رئیس کل قوا بشن. آن هم در زمان جنگ با عراق. در همان زمان هم عراق در چند ماه اول پیشرفت چشمگیری داشت. بنابر قانون نانوشته انقلاب ها فرزندان خودشان را قربانی می کنند. در همین راستا بنی صدر قربانی همان انقلابی شد که خودش با یاری دول غربی باعثش شد. آقای ابوالحسن بنی صدر در نوفل شاتو از آقای خمینی حمایت کردند. آقای خمینی هم جبران کردند. پس از سال شورش 57 از آقای ابوالحسن بنی صدر حمایت کردند تا رئیس جمهور شوند. بعدش آقای ابوالحسن بنی صدر اندکی شیطنت کردند و رفتن با مجاهدین خلق دمخور شدند. آقای خمینی هم ناراحت شدند، به مجلس دستور دادند و مجلس هم اطاعت امر کردند. آقای ابوالحسن بنی صدر رو عزل کردن. آقای مسعود رجوی و ابوالحسن بنی صدر پس از این اتفاقات مجبور شدن از ایران فرار کنن. طبق اسنادم با روسری فرار کردن، اما الان میگن که نه، این حرفا دروغه و ما با روسری فرار نکردیم، ما با توسری فرار کردیم. در سال 1360 آقای بنی صدر و مسعود رجوی در پاریس شورای ملی مقاومت را پایه‌گذاری میکنند. بابت این شورای ملی مقاومت و به رسم یادبودم آقای ابوالحسن بنی صدر دختر 16 ساله خودشون یعنی خانم فیروزه بنی صدر رو به آقای مسعود رجوی کادو میدن. فیروزه بنی صدر چند ماه بیشتر نتوانست با بیماری به نام مسعود رجوی زندگی کند و از هم جدا شدن. آقای بنی صدر یک مقدار اندیشه‌های خنده‌دار هم دارن و حرفای مضحکی هم میزنن، به مانند اینکه در دوران پهلوی در زندان‌ها به زنان با خرس تجاوز میشد. در دوره شاه به دخترها خرس می‌انداختن. در دوره شاه به دخترها خرس می‌انداختن. از آقای ابوالحسن بنی صدر میپرسن که آیا موی زنان اشعه دارد یا نه. آقای بنی صدر هم میگه اینجور چیزها حتما وجود دارد که اگر نداشت زن و مرد با هم آمیختگی نمی کردن و بشری به وجود نمی آمد.
آقای برنی سر در بیشتر مصاحبه‌هاشون مدعی هستن که دنبال جمهوریت بودن نه اسلامیت. اما پس از گذشت 30 سال از شورش 57 نام وبسایت دوزاری خودشون انقلاب اسلامیه. یعنی پس از گذشت این همه سال آقای برنی سر هنوز توی توهم انقلاب اسلامی به سر میبرن. البته عشق ناگسستنی آقای بنی صدر رو به اسلام در این جمله میتونید بیابید: ایرانی بودن بدون اسلام بی‌معنی است. ابوالحسن بنی صدر. حالا دیدگاه چند تن از بزرگان در مورد این موجود ببینید. پادشاه فقیه در کتاب پاسخ به تاریخ شورش 57 و توطئه ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب‌زاده و آقای ابراهیم یزدی میدانند. به شاپور بختیار میگن چرا برای نابودی رژیم اسلامی با آقای ابوالحسن بنی صدر در پاریس متحد نمیشوید. آقای شاپور بختیار هم میگه چگونه میتوانم با کسی که خود عامل اصلی شورش 57 و نابودی ایران بوده همکاری کنن. آقای ابوالحسن بنی صدر پس از فرارشون از ایران و آمدنشون به پاریس دم از جمهوری دوم میزنن. اینم پاسخ دندان شکن فریدون فرخزاد به جمهوری خواهان و آقای ابوالحسن بنی صدر. از بنی صدر شروع میکنم. ما میبینیم به ایران و بعد میپرسیم که شما چی میخواید؟ پس خیلی بیجا میکنم و گم میکنم که جمهوری دوم از حالا برای باید درست میکنم. اول از ما سوال میکنم چی میخواید؟ جمهوری دوم میخواهد. این رو این آقایون میگن و من به این آقایون جواب میدم: کدوم جمهوری آقای رجبی؟ کدوم جمهوری دوم؟ ما 6000 سال تاریخ ایران رو به باعث نمیدیم که آقای بنی صدر و آقای رجبی سعید دوم ما به تاریخ ایران رو خیانت نمیکنیم. جالب اینجاست همچنان ادهی که در رودست ما هرچی بهش فکر کردیم جز نام گوشدراز و شیرین عقل واجهی دیگر یا نتونستیم براشون انتخاب کنیم همچنان از آقای بنی صدر حمایت و هوادارش هم هستن. خواستیم در اینجا پاسخی به این هواداران آقای بنی صدر بدیم. هرچی فکر کردیم ببینیم که با اون همه کثافتکاریهی که آقای ابوالحسن بنی صدر انجام دادن چه پاسخ منطقی به هوادارانشون میخواییم بدیم، دیدیم نمیتونیم جز خنده چیزی بگیم. پیام این ویدیو و هدف این برنامه این بود که آخوند بی عمامه بی نهایت خطرناکتر از آخوند با عمامه هستش. اگه در این برنامه احساس کردی حرف حسابی زده شده، حرفای دل شما گفته شده، هم‌اکنون این برنامه رو به اشتراک بذار، حمایت برنامه رودست هم در دستور کار خودتون قرار بدید، لایک زدن پیج رودست و اینوایت دوستانتونم یادتون نره. ایران بزرگ آرمان بزرگ می‌خواد. تا برنامه بعدی رودستی دیگر، آینده ایران بدرود.